د هرات ولایت ملي امنیت ریاست وی د وسلوالو طالبانو غډلګی نیولې کوم چې په دې ولایت کې د امنیتي کسانو مدني فعالانو با نفوسه کسانو د ترور په لانی دلود ویل کېږي دغه کسانو تر دې وړاندې هم په دې ولایت کې ملکي او امنیتي کسانو د بریدونو په اوله سپیخو کې زمينه سازي کړې وه. د هرات والی بیا وی تازه دې ډلګي ته طالبانو د استخبارات لخوا د خلکو ترور کولو دنده سپارل شوې وه و پلان داشتند که به روزای پیش رو حدود 6 حمله خطرناک تروریستی را برای مردم ما و نیروهای امنیتی ما انجام بدن. امروز این شبکه دستگیر شد 11 نفر از اینا که مستقیما تحت امر استخبارات گروه طالبان هستند و از طریق دستور می گرفتند به تمام اعمال خود اعتراف دارند. کسه هم طالبانو په کراتو د حکومت دغه ډول ویداوی رد کړي، خو د نیول شوي ډلې غړي وایي د طالبانو د استخباراتو په دستوري په ګڼو پیښو کې لاس درلود. یکی در حوزه دوم که میخواستیم بالای لوکسل همیرای حوزه دوم بین بچسپانیم و نارنجک پرتاب کردیم که مین خود چسپانده نتونستیم و رفیق نارنجک پرتاب کرد و ترتیب ما به هم خورد. به حدود 10 روز پیشتر در بین دروازه قندار و اسپین هده در بالا یک لنجر فیر کرده. روست تردی موسا او در مباره سرم یو عملیات در لمبریک در پوستی و سر که دل تا انجام ور تر سر ور سوال. روست تردی مو بل عملیات در گزاری و لسوالی پر مخ همخ سیوشون سرک پاندی مو دل تر سر ور سوال او درهم عملیات مو در دروازه قندار پا پای که دل تر سر ور سوال. په همدې حال کې یو شمېر مدني فعالان بیا په دې وروستیو کې د هدفي وژنو ډېرې دوه اندېښمن کړي. این حملات اخیر تروریستی، انتحار، انفجارهای کنار جاده و قتلهای هدفمند شخصیتهای مختلف در ماهای اخیر زندگی به شدت به کام شهروندان این سرزمین تلخ کرده. خیلی خوبه که با عوامل جرایم تروریستی مبارزه جدی صورت بگیره و امیدی برای جریان زندگی مردم در این شهر و در این کشور به وجود بیاید. د هرات ولایت اوسیدونکو تل په دغه ولایت کې د هدفي وژنو د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړې او په دغه ولایت کې ترهګرو د نیولو غوښتنې کړې. هرات یو له هغو ولایتونو څخه دی چې تر ټولو زیات هدفي وژنې پکې کیږي.